ادامه مسدود ماندن دروازه های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که روزانه به دلیل قطع روابط تجارتی به دو کشور 400 هزار دلار امریکایی آسیب میرسد. رسد. چه در روزگار, روزگار داره در روزگار پر در در دو سر مرز در پامیلو در خلوط یا مردی دوری پایستیلا. نو زه پیکر کومه چی دا په لاستان لوري پټول سرحدو کې کته ورشپینځه سرحد راوخو ماکسیمم تقریبا دردو ورو لو کو یا ضروري لو کو دغه پرمشتات ممن تاوان رسیدئ خو دلته دوم نه باید یاد اوره وشي چې د پاکستان حیوانات نړیوال قوانين او سرحدي قوانين او د اسلام ل لحاظ نه په دې کې ملامت ده او دا اقدام دي ستایل وړنه ده دا, دا بلکې د غندلو ورده او په دې کې طبعا دواړه حیوانات متضرر کیږي ځکه دوال دوړو صدرات واردات له رسانه های پاکستانی هم گزارش دادند که مجیب شنواری یکی از اعضای گمرک پاکستان گفته است که به دلیل ممنوعیت یک هفتهی داد و ستوت میان دو کشور تاجران افغان و پاکستانی میلیاردها کلدار پاکستانی ضرر کردند. بر اساس این گزارش بیش از 100 موتر مملو از میوه، سبزیجات و سایر کالاهای فاسد شدنی از ترخم به پشاور بازگشتند. زمنګ خو کچالو او پيز وس موسم د دا متغیر شو اما نور مادن دي مادن نه خرابيږي خو دوی څلورنم سونه تر 1518 کونو پوري و سال تکینو مالټه د منزلاله او هتا ټوله بیرته پاکستان ته ویړله الته په پښتورونو کې تخلي کوي دا هغه نقص دي چې دوی ته زمنګ د دوی ته رسیدل او تر رسیدلې دي روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از آن قطع شد که پاکستان اجازه نداد تا رانندگان افغان بدون ویزا وارد این کشور شوند در مقابل امارت اسلامی هم اجازه نداد تا موترهای ترانزیتی پاکستان وارد افغانستان شود به نظر می رسد که گفتگوها تا کنون در این مورد نتیجه نداده است